میخوام دعوت بکنم از یک کمدین قند عسل که مطمئنم هممون هم باهاش خیلی خندیدیم هم خیلی دوستش داریم. علی صبوری. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. خب خدا رو شکر. منم حالم خوبه. خدا رو شکر. خوشحالیم خوبی. خب تولد خندمانه است. 7 سالگیشه. بله. مبارک بشه. متشکریم. امروز موضوع چون تولده میخوام راجع به تولد صحبت کنم. یکی از رکنای مهم هر تولدی کیک تولده. قبلنا کیک های تولد به اشکال مختلف بود. مثلا یک کیکی که خیلی مد بود کیکایی بود که شبیه زمین فوتبال بود، یه زمین سبز داشت، دو تا دروازه داشت، 4 تا پرچم کورنر، یه سری بازیکن که از جنس خامه بودن با یک داور پلاستیکی. هر موقع ما میخواستیم این کیک رو برش بدیم و بخوریم بین خانوادهمون بحث جالبی شکل میگرفت. مثلا عموم میگفت دایره وسط زمین رو من میخورم، عمم میگفتش که من عاشق خامم، محبت جریمه رو بدیم من بخورم چون خامش بیشتره. بعد شوهر خالم هر موقع کیکو میوردن انگوشش رو تا ته فرو میکرد تو نقطه پنالتی، میگفتم این چه کاریه، میگفت دستمالی کردم کسی نخوره. بابا بزرگم عاشق هافبک بود، میگفتش که چربیش کمتر سالمتر از بقیه است. بعد دایم بد غذا بود، فقط دفاع راست میخورد، یه بار بهش مهاجم دادیم خیلی حالش بد شد. شوهرم مامم هر موقع بهش کیک تعارف میکردیم میگفت که میل ندارم، بی زحمت داور رو واسم بذارین تو ظرف یه بار مصرف، شب میرم خونه میخورم. شاید واسه تو سوال پیش میاد که داور پلاستیکیه چجوری میخوردش؟ این بزرگترین سوال خانوادگی ما هم هست. بعد یه بار بابام اشتباهی دفاع داییمو خورد، داییم ناراحت شد گفت حالا که دفاع منو میخوری مهاجمتو میخورم، که رفت حمله کرد سمت بابام مهاجمش رو بخوره، من برای چه جداشون کنم تک زدم سمت داییم، منتها چون فرش زیرم بود زدم به پسر داییم، که یوی با بزرگم سوت زد، بلند شد کارت قرمز رو نشون داد، گفت اخراج، از حضور تو دو تولد دیگه هم محرومید. خلاصه بین ما خانواده داییم کدورت پیش اومد. دومین چیزی که تو تولد خیلی مهمه اولویه است، یعنی جشن تولد ایرانی بدون اولویه اصلا معنی نداره، باید اولویه باشه حتما، تقریبا سنت شده. یعنی بابام یه شب اومد خونه گفتش که زنگ زدم به همه فک و فامیل امشب بیان میخوام برای مامانتون تولد بگیرم. گفتم بابا چه عاشقانه، تولد مامان 5 ماه دیگه است، اینقدر زود داری میگیری، میخوای سورپرایزش کنی؟ گفت احمق سورپرایز چیه، از اولویه دیشب اضافه اومده. نمیخوام حیف و میل شه، گفتم که فک و فامیل بیان بخورن یه کادو هم بگیریم. بعد یه شب تولد پسر داییم بود، بابام گفتش که یه ماشین کنترلی بخریم بریم اون کدورت هم از بین بره. رفتیم تولد پسر داییم، یهویی بابام برگشت سمت من گفت پیس پیس، من متوجه نشدم، داییم گفت چیزی شده؟ گفت نه موز لای دندونم گیر کرده. دوباره بابام برگشت گفت پیس پیس، من متوجه نشدم، داییم گفتش چیزی شده؟ گفت نه موز دارم میخورم لای دندونم گیر کرده. دوباره بابام گفت پیس پیس، داییم گفتش تا موزامونو تموم نکرده جواب شده. که برگشتم گفتم چی شده؟ گفتش که امشب اینا سنت رو گذاشتن زیر پا، به جای اولویه قرار پیراشکی بدن. گفتم حالا چه اشکالی داره؟ گفت یه بلایی سر داییت بیارم. گفتم باز میخوایی دفاعشو بخوری؟ گفت نه یه بله بزرگتر. گفتم میخوایی هافبک بابا بزرگو بخوری؟ گفتش نه یه بله بزرگتر. گفتم چی کار قرار بکنی؟ گفتش که نصف کادر رو برو یواشکی بردار. گفتم یعنی ما الان بریم کنترل رو برداریم ماشین کنترل بدون کنترل بهش بدیم گناه داره؟ گفت نه ماشین رو بردار کنترل خارجی بهش بدیم. که موقع باز شدن کادوها شد کنترل در آوردن، گفتن یعنی چی؟ که بابام رو کرد به پسر داریم گفت ببین پسرم
این کادو استعاره‌ایه، نماد اینه که در کشتی زندگی در مقابل ناملایمتی‌ها و سختی‌ها و رنج‌ها و طوفان‌ها بتونی کنترل زندگی رو بر عهده بگیری. که یهو همه مغرورانه دست زدم، بلند شدم و پرتمون کردم بیرون. امشب خیلی تماشاچی گرم و سر حال و قبراقه. نه اینا رو خودم آوردم بیاد. یه سه تا بچه‌ها دست زنن آوردم. آره اینا دونه 200 واسم آب خورده. نه دونه 200 تومن. بله. دو تا بچه‌ها رو اینا همراه های تو هم؟ بله اینا من آوردم دست. من میگم خدای تو هر چی میگی چرا همه دست میزنن؟ ما همه جرگیر شدیم دست میزنیم. شما این دارین دست میزنین. الان اندازه 50 تومن زدم، 150 اومدم. اون دو تا آوردم خنده کنن. کدوم نفر؟ بله. شما خنده کنین. بله. اینا 180 گرفتن قبلا توی مسابقات خندوانه 80 میگرفتن، الان 100 گرون کردن. 180 گرون خوب. چون بله چون بفرمایید. شما کلکش هستم. چی هستی؟ کلکش هستم. کلکش هستم. نه این واسه استنداپایی که تو عروسی انجام میدم اشتباه امشب گفتم بیا. تو عروسی باید بیام ببخش. من برم؟ بله بفهم. این هزینه کنسلی ما رو بدیم. من یه کلکشی کنسلی. ببخشید میگه چی سب کن چون میکروفون نداری اینجا بگو. من کلکشم هزینه کنسلی ما رو بدیم ما بریم. کلکشی آقا کنسلی داره. آره بیکارم مگه باشم بیام اینجا. آقا بیکار بودی کلکش شدی دیگه. با کار بودم چی میشدم؟ این قسمت رو خود بچه ها دست دادم به این اون نبود به اون بر من فقط اونا رو گردم بگیرم. این واقعی بود. حالا شما اگه بزنید بیرون با هم حساب میکنید. اوکی شما الان بیکار نه بیکاری چه چه شد؟ با کار بودم چی کار چی میشدم؟ با کار بودم میشدی کمدین. کمدین خوبه. الان هم آقا بحث این چیزا نیست، وسط استنداپ اگه من میگم دوست داری استنداپ رو ببینی که میدونم دوست داری که لطف کن بشین ببین، اگه دوست هم نداری که میدونم دوست داری برو. حالا یه کل بکش بعد برو. بکش برو. کل کش نشده بودم. طرف فقط میاد میگه خوبه. حالا اصلی بعد میارم. آره ما مشکلاتمون به اینجا ختم نمیشد. تولد خانوادگی و همسایه‌ها زنگ می‌زدن، گزارش می‌دادن به برادران محترم نیروی انتظامی، میومدن ما فرار می‌کردیم. اینا هی میومدن هی ما فرار می‌کردیم. یه بار با خودم فکر کردم دیدم آقا اینا چه دارن میان؟ ما هم چه داریم فرار می‌کنیم؟ چرا با فامیل خودمون تولد بگیرم؟ با فامیل بقیه تولد بگیرم؟ چه با فامیل بقیه تولد گرفتم، برادران محترم نیروی انتظامی رسیدم. گفتش چی میشه یه توضیح بدی؟ گفتم بابا کنیم جا سرمان اینا خانواده من. ایشون مامانمه، این عممه، اون خالمه، اون زنداییمه، اون زنمومه، اونم مامانمه. گفت مامانو دوبار گفتی. گفتم که من ببخشید من دو مادره هستم. بابام دوبار ازدواج کرده، اصلا تولد میگیرم که این رنج رو فراموش کنم. گفتش که اون آقا پسره چیه؟ گفتم اون آقا پسر نیست، اون بابامه. گفتش که چقدر جوون مونده. گفت این اصلا تو اون دوتا نبود. گفتم این مامان سوممه. مامان اصلیم گفته که این بد اخلاق آدم حسابش نکن. گفتش که مامان اصلیت کدومه؟ گفتم ایشونه. گفت شونه چهار تا. گفتم دست من بزنید تو. بعد بابامو چون به سن قانونی نرسیده بود بردن قانون اصلاح تربیت. منم بردن زندان دیگه. دوباره تکرار شد سال دیگه. دوباره برادرم مادرم نیروی انتظامی تشریف آوردن. گفتم جناب سربان شما پارسال اومد، من همونیم که یه وانت مادر داشت اجا آوردی؟ گفت بله. گفتم باور کن این سری دیگه خانوادم هم. یه نگاه کرد گفتش که تو خانوادتون چرا مرد وجود نداره؟ گفتم که اول مجلس به خدا من اینا با من نیست اینا رو. گفتش که چرا تو خانوادتون مرد وجود نداره؟ گفتم که اول مجلس زنونه است، آقایون شب موقع شام میان. گفت پس تو اینجا چه غلطی میکنی؟ گفتم من عادت دارم شما رو سر شب بخورم.
زود بخوابم اذیت میشم که دیدم ای بچه‌ها کلانتری میومدن ای ما رو میگرفتن دیگه لطف کردم به اون شماره اشتراک دادم ما هم برای که لطفشون جبران بشه از رو کلید خونه زدیم دادیم بهشون که دیگه زنگ نزدم بیان تو که که کلید مینداختن میومدن تو تو هم میگرفتن یه بار دیدم زنگ آیفون رو زد برداشتن گفتش که ما این بیان پایین گفتم بیان بالا دیگه گفت نه ماشین رو بعد جای پارک کرد جریمه اون میکنم بعد گفتم شماره موبایلش رو بگیرم که راحت تر بشه شماره موبایلش رو گرفتم یه بار دیدم زنگ زد گفتش که داداش من داریم میگم چیزی لازم نداریم گفتم که نه گفت از 5 دقیقه دیگه حاضر بشه ما میرسیم یه بار دیدم وای خدا خیلی خیلی نیومدن خیس عرق شدم نگران شدیم من زنگ زدم گفتم داداش ما شروع کردیم داریم میکوبیم چون نمیام گفت تو ترافیک اتوبان جمرانی گفتم بعد بزرگ مدرس بندازی گفتش یکم دیر میشه گفتم نه تست من لفتش میدم ما هستیم بیا یه بار زنگ زد گفتش که ماشینمون خراب شده میتونی تاکسی بگیری بیا گفتم تعداد زیاده بعد اتوبوس بگیرم بعد گفتش بگی گفتم هزینه‌اش زیاد میشه گفت بگیر من حساب میکنم بعد دیدیم آقا این رفت و آمدشون زیاد شده به خونه ما گفتم گناه دارن یه بار تولد تو کلانتری گرفتیم یه روز نشسته بودم تو خونه دیدم دیدم یوهایی در باز شد گفتم جناب سر من تولدم فرداست الان یه شب زودتر اومدی گفت من خودم فردا تولد دعوتم اگه میشه که امشب بگیرمت گفتم بفرمایید بعد دیدم یه مدت اسمس نمیده اینا زنگ میزدم ریجکت میکرد و اینا یوهی برداشت گفتم معلوم از کجایی؟ نکنه پای یه تولد دیگه در میونه گفت نه گفتم اگه راست میگی بیا منو بگیر تو نسبت به احساسات من ماموری که قطع کرد و من افسرده همطوری نشسته بودم تو خونه گفتم بذار برم آمار در بیارم کی گزارش میداده و اینا رفتم زنگ همسایه رو زدم برداشت گفت آشغال گفتم نه واسه آشغال نمیدونم گفتم خودت میام آشغال زنگ چرا انقدر محکم فشار میدی گفتم ببخشید شما گزارش میدین به پلیس گفت نه زنگ واحد بغلی زدم گفت آشغال گفتم که زنگتون محکم فشار دادم گفت نه میگم اومدی آشغالا رو ببری گفتم نه گفت اومدی ماهیانه آشغالا رو بگیرین گفتم آره که ماهیانه رو بهم داد خیلی جذبی بعد دیدم از یه واحد داره صدای موزیک میاد گفتم که اینا تولد دارن اینا حسادت میکنن خودشون گزارش دادن که در زدم دیدم داییمه گفتم ای دایی سلام شما اینجا چیکار میکنی اجازه میدین من بیام داخل کدورتا رفت بشه گفت نه گفتم میخواین آشغالاتونو ببرم گفت نه گفتم میخواین آشغال واساتون بیارم گفت نه گفتم آشغال گفت چی گفتم یه آشغالی ما رو داره لو میده میخوام ببینم چیه که یوهی با چشاش اشاره کرد دیدم یه خانم موجه در حالی که یه عالمه پلاستیک میوه دستش بود داشت میرفت سمت یه واحد گفتم برم کمک کنم رفتم پلاستیکا رو گرفتم و گذاشتم تو خونه‌ش رو و بعد بهش گفتم خانم ببخشید یه سوالی دارم جسارتاً شما گزارش میدادین پلیس بیاد گفت بله گفتم چرا گفت سر صدا اذیتم میکرد گفتم خب چرا شما باید گزارش بدین گفتش که صدای شما رو نمیگم صدای اونا رو میگم گفتم منم یه خری مثل اونا گفتش که نه اشکال نه گفتم بزنین من برای اینکه حسن نیتمو بهش ثابت کنم زنگ زدم پلیس دایم اینا رو لو دادم من گفتم میشه اسمتون رو بپرسم گفت من اسمم گلچینه گفتم فامیلیتون گفت تکاهنگ گفتم قبلا شما رو یه جا دیدم گفت کجا منو دیدی گفتم تو ضبط ماشینا که گفت چقدر شما بامزه این گفتم الکی میگی گفت جدی میگم خیلی بامزه این گفتم شوخی میکنی گفت جدی میگم واقعا آدم بامزه هستی گفتم داری دروغ میگی گفت جدی میگم گفتم زهر نسن دیگه چاخان نکن که یوی در رو روم بس اما یه چیزی بین من و اون یادگار موند این ناخون انگشتم لا در گیر کرد افتاد اون بر فکر کنم هر موقع نگاه میکرد یاد من میافتاد برگشت اومدم بیام سمت واحد خودمون یوهی برقا رفت اونور اینطوریه که برقا میره طرف میشینه رو کاناپه میدونه 2 دقیقه دیگه برق میاد اسپرسوشو میخوره ولی توی ایران که برق میره اولین واکنش هممون اینه برو ببین برقا همسایه‌ام رفته یا نه گاز قطع میشه میگم برو ببین مال همسایه‌ام قطع شده یا نه من بابا بزرگم فوت شد گفتم برو ببین بابا بزرگ اونم فوت کرده یا نه یه زنگ زدم اورژانس که سریع رسیدن و بابا بزرگم رو بردن
موقعی که داشت میرفت هیچ وقت یادم نمیره، بارون میبارید، ما از پهنای صورت اشک میریختیم، همگی وایستاده بودیم گریون و برای بابابزرگ دست تکون میدادیم و باش خدافظی میکردیم، اونم واسه ما دست تکون میداد و میکوید به شیشه. تمام، چکریم. دمت گرم. دمت گرم. چکریم. خدا حافظ.